خوش آمدید به هارتاک با من زینب بداوی مهمان من زید رد حسین مسئول کمیساری عالی حقوق بشر سازمان ملل در این گفتگوی اختصاصی درباره دلایل کنارگیریش از این مسئولیت تنها بعد از یک دوره کار میگه از او به خاطر سراحت لحجه و رگوی بیش از حدش به خصوص درباره آمریکا در دوره ترامپ انتقاد شده این دیپلمات سابق اردن که از خانواده سلطنتی کشورش هم هست در طول چهار سال مسئولیتش برای ارتقای وضعیت حقوق بشر در جهان چه کرده؟ زید حسین خوش آمدید به هارتاک متشکرم میدونیم که هیچ کدوم از مدیران کمیساری های حقوق بشر سازمان ملل دومین دوره مسئولیتشون رو به پایان نرسوندن ولی چرا شما فقط بعد از یک دوره نمیخواین ادامه بدین؟ خب برام کاملا روشن بود که اگه قصد داشتم یک دوره دیگه در این سمت بمونم باید به طریقی موافقت اعضای دائم شورای امنیت رو جلب می کردم اولین باری که انتخاب شدم هم همینطور بود بعد از چندین مصاحبه از طرف دبیر کل سازمان ملل نامزد شدم دبیر کل من رو به آمریکا روسیه چین فرانسه و بریتانیا معرفی کرد و اونا هم موافقت کردند تردیدی ندارم که احتمالا هیچ کدوم از این پنج کشور من رو برای دوره دوم تایید نمیکردند تصمیم گرفتم خودم رو نامزد نکنم مبادا که ناچار بشم در مواردی کوتاه بیام و در قبال حقوق و اختیارات این کمیساریا که باید استقلالش رو حفظ کنه ناچار به مصالحه و عقب نشینی بشم به نظرم مسئولیت مدیر کمیساریای عالی باید به یک دوره پنج یا 6 ساله محدود بشه یعنی فکر میکنید هر پنج عضو شورای امنیت تمدید کارتون رو وتو میکردن احتمالش بود آره بعید نبود در طول چهار سال مسئولیتم فکر کنم همه دولت ها رو خشمین کرده بودم و بنابراین مطمئن نیستم که اونا برای دوره دومم تاییدم میکردن در مورد دلیل این نارضایتی فکر نکردین. منتقدین شما میگن شما بیش از حد سریح و لحجه بودین. روسیه شما را به بیمسئولیتی متهم کرده. چینی هم حرفای مشابهی زدن. ها هم علاقه به تو ندارد. آیا با خودتون فکر نکردین که ممکنه جای اشتباه کرده باشین؟ <applause> Have I done wrong? Yeah. No, look, I... نه ببین زینب ما با همه دولت ها کار میکنیم همه جای دنیا دفتر و نمایندگی داریم همه جا برای کمک به دولت ها برای ایجاد شرایط لازم جهت عمل به وظایف حقوق بشریشون ابراز علاقه و آمادگی میکنیم ولی بذار یه چیزی رو کاملا روشن کنم دولت ها میتونن از خودشون دفاع کنن کار من دفاع از دولت ها نیست کار من اینه که از مردمشون دفاع کنم کسایی که قربانی تبعیض میشن افرادی که از حقوقشون محروم شدن کسایی که با شتابی فضاینده شاهد از دست رفتن آزادیاشون بودن اینا کسایی هستن که من باید ازشون دفاع کنم آیا برای کم کردن انتقادات و تغییر لحنتون تحت فشار هم قرار گرفتین؟ مثلا از طرف دبیر کل سازمان ملل؟ خب در مقاطع مختلفی این موضوع رو به شکلی بهمون همون گوشتد می کردن و البته فقط منم نبودم. فکر کنم همه کسایی که پیش از من در این مسئولیت کار می کردن هم شرایط مشابهی داشتن. بله در مقایسه با سایر های سازمان ملل بخش ما ممکنه خیلی متعصب یا تحریک کننده و مداخله جو به نظر بیاد ولی از نظر ما اینطور نیست چون ولی آیا مشخصا خواسته بودن که لحنتون رو تغییر بدین اوایل کارم آره بهم پیشنهاد میشد که از کلمات و عبارتهای متفاوتی استفاده کنم نه به این معنا که فتیله رو پایین بکشم بلکه مثلا اینکه اونقدر صریح و تند نباشم ولی خب من توجهی نکردم و کارمو به شیوه خودم ادامه دادم مثلا دونالد ترامپ رو خطرناک خطاب کردیم. بله. متعصب یا ریاکار چی؟ آره اینجوری هم خطابش کردیم. موارد پیش اومده و میاد که رئیس جمهوری و مقامهای دیگه بدون در نظر گرفتن وظایف حقوق بشری که دارن حرفای زدن و کارایی کردن که با اونچه که به عنوان رهبری یک کشور ازشون انتظار میره مقایرت داشته. زینب ما باید بحث درباره معیارهای داخلی و تاثیر مسائل ایدئولوژیک روی عملکرد دولتها رو از بحث حقوق بشر که بر اساس یک قانون مشخص و مدونه و وظایف دولتها رو مشخص کرده و کشورها به شکل داوطلبانه بهش پیوستن جدا کنیم چیزی که ما به دولت ها میگیم اینه که هر جا که در زمینه پایبندی به وظایف حقوق بشرتون کوتاهی کنین ما خطاتون رو اعلام میکنیم مسئله خودتونه ربطی به ما نداره اعلام کردن و پررنگ کردن یه چیزه و استفاده از زبانی مثل زبانی شما یه چیز دیگه مثلا شما از قدرت گرفتن پوپولیستا چه در آمریکا و چه در اروپا انتقاد کردیم و اونا رو عوام فریب های توصیف کردین که تاکتیک هایی مثل داعش دارن این عاقلانه است که حامیان دونالد ترامپ رو با یک گروه تروریستی مقایسه کنیم نه موضوعی که میخواستم بهش اشاره کنم در واقع دو نکته بود نکته اول برمیگرده به رویکرد این گروهها که بر اساس روایت خودشون به دنبال بازگشت به یه دورهای در گذشته هستند دورهای که تحت تاثیر شرایط جهانی شدن قرار نگرفته بود و مثلا موج مهاجرا از جاهای دیگه دنیا نیومده بودند و به قول اونا فرهنگ و شیوه زندگیشون رو تهدید نمیکردند از این منظر میشه شباهت هایی رو دید من کاملا اینو روشن کردم که جنایات داعش اونقدر وحشیانه و نفرت انگیزن که باید مراقب باشیم و کاملا این دو موضوع رو از هم جدا کنیم اما در جاهایی هم به هم شباهت دارن مثل استفاده از حقایق نصف و نیمه یا ترکیب راست و دروغ برای جا انداختن یه طرز فکر خاص یا فریب دادن افکار عمومی یا تحمیل این ایده به مردم که راه رستگاری از یک مسیر مشخص میگذره پس تو این دولت آمریکا رو به استفاده از این شیبه ها متهم میکنین فریب مردم من عوام فریبار رو متهم میکنم عوام فریبار رو به شالاتان بودن و فریب کاری متهم میکنم بله چون این دقیقا همون چیزیه که هستن ما گیم شرایطی که منجر به تشویش و نگرانی مردم و از دست رفتن شغل و فرصت ها شده واقعی نیستند. چرا کاملا واقعی اونچه که میگیم اینه که پوپولیستا با سوء استفاده از این ترس و ها منافع خودشون رو دنبال میکنن چون میدونن که این شیوه عموما جواب میده. در گذشته در کوتاه مدت جواب داده و منجر به گرفتاری های دراز مدت شده. شما دیپلمات کارکشته و با تجربه هستید. سفیر اردن در سازمان ملل بودید. در شکلی دادگاه کیفری بین و نقش مهم می داشتید. تجربه صلحبانی سازمان ملل رو دارید. بنابراین قطعا می که یک دیپلمات باید به شکلی سازنده تعامل کنید. چینیا گفتن شما باید با احترام به حق حاکمیت ملی کشورها با دیگران کار و تعامل کنید و دنبال ایجاد فشار روی دولت ها نباشید. آیا نمیشد این شیوه رو در پیش بگیرین مفیدتر نبود؟ نه. No. نه اولا من قبلا دیپلمات بودم الان در این جایگاه دیپلمات نیستم بلکه یک کارمند بین ام و دستور کارم گسترش و حفاظت از حقوق بشره کسایی که در قبالشون مسئول و پاسخگو هستم در درجه اول ضعیفترها و قربانی های نقض حقوق بشر هستند این نگاهیه که من به شغل و وظایفم دارم بله معلومه که ما با دولت ها کار رو تعامل میکنیم من نمیگم که تنها کار سازمان ما فریاد زدن سر دولت ها و برخورد با اونهاست نگاه ما به کارمون اینطور نیست ولی بذار یه مثال بزنم یه بار وزیر خارجه کشوری بود که من باید باش حرف می زدم چون میخواستیم تیمی رو به کشورش بفرستیم. تقریبا یه سال تمام به درخواست ما بیتوجهی می کرد. بارها تلاش کردم باهاش صحبت کنم. ولی به جایی نرسیدم. در نهایت گفتیم که میخوایم این موضوع رو عمومی و علنی کنیم. درست روز بعدش وزیر خارجه آماده شنیدن حرفای من بود. نمیگی کدوم کشور بود؟ نه چون در واقع تونستیم تو اون کشور دستاورده ای داشته باشیم پس نمیخواین از فشار افکار عمومی استفاده کنیم دقیقا همینطوره خب الان شما با آمریکا انتقادات تندی از هم کردید از جمله در مورد سیاست های مهاجرتی آمریکا و جدا کردن خانواده از اون طرف نیکی هیدی سفیر آمریکا در سازمان ملل شما رو ریاکار خطاب کرده و گفته شما با نادانی و بیتوجهی به آمریکا حمله کنید. حالا آمریکا از شورای حقوق بشر سازمان ملل خارج شده خب وقتی که شدت انتقادها بیش از حد بشه کار به عدم تعامل میکشه که طبیعتا غیر سازنده است اینطور نیست راستش مطمئن نیستم این دو موضوع به هم مربوط باشند. دلیل ظاهری و چه بسا دلیل واقعی به خاطر خروج آمریکا بله دلیل خروج آمریکا این بود که خواستار اجرای مجموعی از اصلاحات در این شورا بود که عملی نشد چیزی که خروج آمریکا رو کلید زد این موضوع با قضیه جدا کردن خانواده ها همزمان شد بله ما از این کار انتقاد کردیم و من گفتم این کار بیوجدانیه و واقعا هم همینطوره اگه نگیم هیچ دست کم کشورهای خیلی معدودی همچین کاری کردن بنابراین این دوتا قضیه با هم همزمان شدن و ممکنه احساس بشه که با هم مرتبطن ولی گویا مرتبط بودن از جان بولتون مشاور امنیت ملی آمریکا نقل قول می کنم گفته هم شورا و هم شما به عنوان مسئول کمیساری های عالی اساسا از مسیر منحرف شدید به جای گسترش و حقوق بشر تبدیل شدین به ابزاری در دست ناقضان حقوق بشر برای حمله به آمریکا. اظهار نظر خیلی جالبیه جان بولتون رو میشناسم و وقتی سفیر بود باهاش کار میکردم خیلی حرف عجیبیه ما در مورد همه کشور جهان گزارش تهیه میکنیم ما تونستیم سازمان ملل رو به جاهایی از دنیا ببریم که تا حالا خبر و گزارشی ازشون نبوده همین اواخر گزارش مفصلی در مورد ترکیه داشتیم حاصل گزارش های پی پی که به شیوه نظارت از راه دور تهیه کرده بودیم همین کار رو در مورد کشمیر و ونزوئلا هم انجام دادیم ما کشور رو بدونیم که بینشون تبعیض یا ارجاییتی قائل بشیم در نظر میگیریم بنابراین ادعای اینکه یک کشور خاص تو زیر ذره بین گذاشته باشیم درست نیست هرچند که خیلی از کشورها همچین ادعایی میکنند نه اما بحث سر شوراست میدونیم که این شورا زیر شاخه از مجمع عمومی و از 47 کشور تشکیل شده ولی به هر حال بخشی از زیر ساخت حقوق بشری سازمان ملل و حتما قبول دارین که عملکرد شورا به هر حال روی کار شما هم تاثیر میذاره. بنابراین وقتی دونالد ترامپ تقریبا یک سال پیش گفت حضور کشورهایی که خودشون در خشونت دست دارن در شورای حقوق بشر مایه شرمساریه عملا کار شما رو هم سخت کرد مگه نه به اعتبارتون ضربه خورد ببین بذار از یه زاویه دیگه به موضوع نگاه کنیم زمانی بحثی مطرح بود مبنی بر اینکه تنها کشورهایی با کارنامه عالی حقوق بشری میتونن و باید عضو شورای حقوق بشر باشن این بحث دیگه مطرح نیست هیچ کشوری وجود نداره که در حال حاضر به تمام وظایف حقوق بشریش تمام و کمال پایبند باشه در طرف دیگه طیف کشورهایی هستن که کارنامه مملو و از نقض گسترده حقوق بشر دارن خب این کشورها عضو شورای حقوق بشر نیستن کره شمالی نیست سوریه نیست سازوکارهایی در نظر گرفته شده که از عضویت اون کشورها جلوگیری کنه اکثریت بزرگی از کشورها کارنامه‌های متفاوت و متنوعی دارن و خیلی از کشورها شاهد پیشرفت‌هایی در زمینه حقوق زنان حقوق کودکان متوقف کردن مجازات اعدام بهبود شرایط ها و ها بودند همزمان در بعضی جاها شاهد پسرفت هستیم به خصوص وقتی پای مسائلی مثل مهاجرت و رفتار با اقلیت‌های نژادی و قومی پیش میاد کارنامه کشور تنوع زیادی داره بنابراین اینکه بخوایم خطی بکشیم و بگیم کی میتونه و کی نمیتونه عضو شورا باشه در درجه اول بحثیه که مربوط به دولت هاست نه ما ولی ما اصرار داریم که ولی قبول دارین که این کار به شما ضربه میزنه قطعا پس میزنه به نوعی به اعتبارتون لطمه میزنه بله به ادام اشاره کردیم میخوام نظرتون رو به بحثی که این روزها در بریتانیا داغ شده جلب کنم میدونیم که شهروندی بیش از صد بریتانیایی جهادی لغو شده و دوتاشون که در حال حاضر در اختیار کردهای سوری هستن ممکنه به آمریکا منتقل و در اونجا محاکمه و احتمالا به اعدام محکوم بشن آیا در این مورد دستور و عمل حقوق بشری مشخصی دارین؟

تلاش میکنیم که دولت هایی رو که این مجازات رو اجرا کنند یا دوباره این مجازات رو از سر گرفتن متقاعد کنیم که اون رو معلق کنن. ولی بریتانیا فعلا مجازات اعدام نداره. بله. خب شما از تصمیم دولت ترازمه برای انتقال این دوتا جهادی حمایت میکنین یا نه؟ نه، نه، از نظر ما اگه احتمال اعدام این افراد وجود داشته باشه ما با تمام وجود توصیه میکنیم که این اتفاق نیفته. هیچ دستگاه قضایی و دادگستری در دنیا وجود نداره که مطلقا خالی از خطا و اشتباه باشه دستگاهی که بتونه عملکرد قضایی رو بری از خطا بکنه حالا جدای از بحث اخلاقی که میشه مطرح کرد مثلا اینکه چه بر سر خانواده اعدامی میاد بچه تا آخر عمر چه میکشن حتی مشکلات روحی و روانی که برای افرادی که در روند اجرای قانون مشغول به کار هستن پیش میاد و سالیان سال بههاشون میمونه خب همه این بحث رو هم میشه مطرح کرد ولی در نهایت نه نباید نه با این مجازات رو برو بشن to the penalty. And of course um another issue which often um generates a lot of debate و البته موضوع دیگه ای که مرتب در سازمان ملل مطرح میشه بحث درگیری اسرائیل و فلسطینی هست. و خب ایالات متحده و البته اسرائیل مرتب از سازمان ملل انتقاد میکنند. گفته میشه شورای حقوق بشر این سازمان هیچ کشوری رو مثل اسرائیل زیر نظر نگرفته از بیش از 300 قطنامه تصویب شده در 12 سال گذشته 76 تاش مربوط به اسرائیل 27 تا مربوط به سوریه و 20 تا مربوط به میانمار قبول دارین که در سازمان ملل و چه بسا در بخش خود شما علیه اسرائیل تعصب وجود داره؟ در شورا 47 کشور حضور دارن که به صورت جمعی تصمیم می گیرن. من بارها درخواست تحقیقاتی درباره کشورهایی از جمله ونزوئلا کردم که در شورای حقوق بشر پاسخی نگرفتم. همین تازگی خواستار تحقیق درباره اونچه که در نیکاراگوئه میگذره شدم و هیچ جوابی نگرفتم. سه سال تمام مشغول رایزنی با شورای حقوق بشر بودم تا بالاخره تونستیم گزارشی درباره وضعیت یمن تهیه کنیم سوالا درباره نگاه یک سویه علیه اسرائیل بود <محن> 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 بله دارم میرسم بهش نکته اینه که ما میتونیم درخواست رو مطرح کنیم ولی در نهایت این هفت کشور هستن که باید با هم تصمیم بگیرن بذار یه مثال بزنم I mean, I'll give you an اما از خود شما هم انتقاد شده مثلا از طرف نهاد ناظر طرفدار اسرائیل U.N. این این نهاد میگه کل سازمان ملل نگاهی ضد اسرائیلی داره ولی مشخصا در دوره مسئولیت شما مبارزه با یهودی ستیزی تقریبا کامل کنار گذاشته شده واقعا نمیتونم چنین چیزی رو بپذیرم ببین اگه به اونچه که در مورد یهودی ستیزی، اسلام حراسی و تبعیض نژادی گفتم توجه کنی میبینی که ما معمولا همه اینها رو کنار هم قرار میدیم بله روشنه که این روزها یهودی ستیزی دوباره داره بیشتر دیده میشه نه فقط در اروپا بلکه در جهان عرب یعنی جایی که من بهش تعلق دارم و سایر بخش‌های جهان بیتردید خیلی مسمومه و خیلی نگران کننده شکی نیست که باید در این زمینه کارهای بیشتر و بهتری کرد ولی اینکه گفته بشه من یا بخشی که مسئولش هستم نگاهی یهودی ستیزانه داره با توجه به نظر همه کارشناسای که ما کار کردن پس این نظر رو رد میکنیم بله بیمعنی و متناقضه بسیار خوب شما میگین کارتون اینه که از کشورها بخوان که حقوق شهروندانشون رو رعایت کنن واکنشتون به قانونی که به تازگی در پارلمان اسرائیل تصویب شد و براساس اون فقط یهودیا حق تعیین سرنوشت دارن و زبان عربی زبان یک میلیون 800 هزار نفر عرب اسرائیلی دیگه از زبونهای رسمی این کشور نیست چیه؟ خب این به روشنی تبعیض ایزامیزه. واقعا نمیدونم با چه کلمات دیگه بشه توصیفش کرد. به طور مشخص داره به بخشی از جامعه اسرائیل نسبت به بخش دیگه اولویت و برتری میده. راهی برای توصیفش به شکل دیگه نیست و واقعا نمیدونم چطور ممکنه کسی ادعای غیر از این بکنه. وقتی به منطقه خود شما خاور میانه و در واقع کل جهان اسلام برسیم از شما انتقاد شده که برای گسترش و آزادی بیان و مذهب تلاش و کافی نکردین در زادگاه شما اردن یک روزنامه نگار در آستانه ورود به دادگاهی که قرار بود به اتهام کفرگویی در اون محاکمه بشه کشته شد به نظر خودتون آیا بنزه کافی تلاش کردین به نظرم کردیم مشکلی که با شیوه تفسیر و اجرای قوانین مربوط به کفرگویی داریم اینه که خیلی وقتا از اول بد تعریف و تفسیر شدن و برای اهداف سیاسی به کار گرفته میشن مثلا همونطوری که به درستی اشاره کردی برای ساکت کردن کسایی که میخوان نظر و عقیدهشون رو بیان کنن یا مخالفا و رقبای سیاسی دولت مثل روزنامه‌نگارها و بلاگرها و خب ما در مورد این مسائل حرف زدیم در پاکستان و بنگلادش شاهد رفتارهای خشن ناشی از اعتقادات مذهبی بودیم در اندونزی به شکل علنی در این مورد حرف زدم چون در ایالت آچه هم اینو برخوردار رو میبینیم معلومه که همیشه میشه کارهای بیشتری کرد و با صدای بلندتری موضوع رو مطرح کرد ولی از جهت طرح موضوع با دولت ها و اینکه ازشون بخوایم که در این مورد اقدام کنن به نظرم به اندازه کافی کار کردیم و گزارش امسال شما مربوط به کشمیر بله. اولین گزارش درباره نقض حقوق بشر در دو بخش کشمیر تحت کنترل هند و پاکستان دولت هند فوقالعاده از اقدام شما عصبانی بود بله. و شما رو به داشتن انگیزه های پنهانی متهم کرد معاون نماینده دائم هند در سازمان ملل میگه این گزارش نشانه جهتگیری کامل یک مقام مسئول که با تکیه به منابع غیر معتبر تهیه شده براتون اهمیتی نداره جا. <تصفح> <تصفح> نمیدونم چه جوابی بهش بدم واقعا مسخر است این ادعا و اتهام واقعا مسخر است بذار برگردیم به جویه 2016 دقیقا دو سال پیش زمانی که برای اولین بار با این موزل بزرگ مواجه شدیم استفاده از تفنگ‌های ساچمهی برای کنترل ها به قدری گسترده و واضح بود که وزیر کشور هند ناچار شد مداخله کنه و خواستار توقف استفاده از این سلاح بشه. خب حالا اگر روند گسترش این بحران رو در نظر بگیریم در همون روزهای اول ما گفتیم که میخوایم به هر دو طرف خط کنترل دسترسی داشته باشیم ما درخواست دسترسی بیقید و شرط به هر دو طرف خط کنترل رو ارائه کردیم پاکستانیا به اون امکان دسترسی مشروط دادن که گرچه چیزی نبود که میخواستیم ولی نمیتونستیم خودمون رو ازش محروم کنیم طرف هندی اما اصلا مجوزی به اون نداد حالا شاید این تخریب و پرخاشگری ها و رفتارهای عصبی علیه من هستیم منو به جانبداری متهم میکنن میگن جهادیه میگن با داعش کار میکنه این حرفا واقعا چرنده مطلقا بیمانیه. بیشتر منابع ما هندی بودن از مؤسسات و نهادهای هندی گزارش 322 تا زیرنویس داره که منابع رو نشون میده و بیشترشون نهادهای هندی هستن که در درسس عموم هم هستن بنابراین نیازی به پاسخ نداره ادوارد مورتیمر مسئول روابط عمومی کفیانان دبیرکل پیشین سازمان ملل گفته فضای بین نسبت به قبل اقبال کمتری به دفاع از حقوق بشر نشون میده. باش موافقین؟ yes. چرا؟ بله خب ببین همونطور که در ابتدای مصاحبه اشاره کردم طی 60 سال گذشته شاهد پیشرفت‌های خیرکننده ای بودیم در زمینهایی مثل حقوق زنان، حقوق کودکان، تلاش برای پایان دادن به اعمال شکنجه و ناپدید شدن افراد، تلاش برای بهبود شرایط حقوق مهاجر تلاش برای حقوق معلولان اینا رو نمیشه انکار کرد اینا اتفاق افتاده الان داریم در جهت دیگه ای حرکت میکنیم، اونم در شرایطی که گروههایی دارن به کل نظام بین حمله میکنند جدای خواها، برتری جوها و خود برتر افراطی و قومی کسایی که دارن تلاش می سیاستهاشون سیاستاشون رو بر اساس دیدگاه های تنگ نظرانه شکل بدن کسانی که پیشتازشون دونالد ترامپ منظورتون همینه خب در واقع میتونم از ویکتور اوربان اسم ببرم نخست وزیر مجارستان بله نخست وزیر مجارستان تنهایی مجرم. تک و تنها داره این تغییر جهانی رو رهبری میکنه ببین مارس گذشته البته اینو قبلا هم گفتم در یک بیانیه عمومی گفت نمیخوام هم رنگ های من با کسایی که پوستشون رنگ دیگه یه قاطی بشن نجات پرستی خالص نجات پرستی تمام ایار وقتی مجارستان رو با جمعیت حدود ده میلیون نفر در نظر میگیریم میدونید چند تا آفریقایی مجارستانی تو اون کشور زندگی میکنن فقط حدود 1300 تا و مردم دوباره به حزب فیدز رای دادن متوجه تاثیر بیگانه هراسی میشی واقعیتی که وجود داره اینه که میخوام بگیم واقعا ویکتور اوربان رهبر این موجه رهبری نه ولی در اروپا داره مثالی در مورد حفظ و نگهداری قدرت رای میکنه که از نظر منطق سیاسی به نظر عملی هم میاد و خب البته وزیر خارجه مجارستان پیتر سیجارتو حرفهای شما را رد کرده و گفته این حرفها در شن جایگاه شما نیست و باید کنارگیری کنید این موضع اوناست خب من با کمال احترام با حرف وزیر خارجه مخالفم. در نهایت به نظر خودتون در دوره مسئولیتتون برای پیشبرد حقوق بشر چه کار کردید؟ تونستین تغییری به وجود بیارید؟ به نظرم کاری که تونستم بکنم ادامه مسیری بود که از نفرات پیش از خودم به ارث بردم و اون چیزی نبود جز اینکه بدون ترس و نگرانی صدایی بشم برای حمایت از آسیب پذیرترین افراد کسایی که به صدا و حمایت جایی مثل کمیساریا نیاز دارند. ما نمیتونیم به سادگی از کنار این همه مصیبت و فاجعه عبور کنیم انگار که نتیجه یک پدیده طبیعی هستند مثل سیل و زلزله بیشتر رنج و عذابی که مردم متحمل میشن کار خود انسانه این کافی نیست که کسایی مثل شما در رسانه‌های بین‌المللی یا ما تنها روی بدبختی‌ها و گرفتاری‌هایی که مردم بهش دوچار هستن تمرکز کنیم بلکه باید ببینیم باعث و بانی این مشکلات کیه باید بهشون بگیم نمیتونین سرتون رو بندازین پایین و ردشین ما آبروتون رو میبریم و کاری میکنیم که هیچ‌وقت یادتون نره در قرن بیستم اونقدر مشکل و گرفتاری داشتیم که دیگه حاضر نیستیم دوباره تکرارشون کنیم ما معتقدیم که انرژی فوق زیادی وجود داره و آدمای خیلی زیادی هستن که با ما هم عقیدن تنها کافیه که اونا رو در جهت درست بسیج کنیم زدرت حسین خیلی خیلی ممنونم برای شکل، خیلی خیلی متشکرم